خدا هیچ جایی برای تصادف باقی نگذاشته. او همه اینها را برای هدفاش خلق کرده. کلام خدا در اعمال فصل 17 و آیه 26 میگوید او همه اقوام بشری را از یک انسان پدید آورد تا در سراسر زمین ساکن شوند و زمانهای تعیین شده برای ایشان و حدود محل سکونتشان را مقرر فرمود. بله، هیچ چیز در زندگی شما تصادفی نیست، بلکه همه چیز هدفی دارد. خیلی عجیب تر از همه اینه که خدا تصمیم گرفته که شما چطور به دنیا بیایید. نه فقط این که موقعیت تولدتون و والدینتون چه بوده، بلکه خدا نقشه‌ای برای آفریدن شما هم داشته. این مسئله ربطی به این نداره که پدر و مادرتون خوب یا بد یا بی تفاوت بودن. خدا دقیقا میدونست که این دو نفر، یعنی والدین شما، دارای شکل ژنتیکی درستی بودند که دقیقا شمایی که در فکر او بود خلق شد. اون DNA را داشتند که خدا میخواست. در حالی که والدین نامشروع وجود دارند، ولی در واقع فرزند نامشروع وجود نداره. خیلی از والدین بچه هاشون را ناخواسته به دنیا آوردن، ولی حقیقت اینه که خدا اون بچه ها را میخواسته. هدف خدا حتی از اشتباه انسان و حتی استفاده از گناه او میباشه. خدا هیچ چیزی را تصادفی انجام نمیده. بله عزیزان، خداوند هیچگاه اشتباه نمی کنه. او دلیلی برای هر چی که میآفرینه داره. هر گیاه و حیوان و انسانی توسط خدا طراحی شده. بله، هر شخصی با نقشه‌ای در فکر خدا طراحی شده. کلام خدا در افسسیان فصل 1 و آیه 4 به ما میگوید پیش از آن که او بنیاد زمین را بگذارد ما را در فکرش داشت و محبت او بر ما متمرکز شده بود. خدا را شکر. بله، خدا حتی پیش از آن که دنیا را بیافریند در مورد شما فکر میکرد. در حقیقت این دنیا را برای همین خلق کرد. خدا محیط این سیاره را طراحی کرد تا ما بتونیم در آن زندگی کنیم. تمرکز محبت او بر ماست و ما با ارزشترین تمام خلقت او هستیم. کلام خدا در یعقوب فصل 1 و آیه 18 می فرماید او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حق تولید کند تا همچون نوبر آفریده های او باشیم. بله عزیزان، ما به عنوان انسان نوبر آفریده های خداوندیم. خدا اینقدر شما را دوست داره و برای شما ارزش قائله. هرچقدر دانشمندان دنیا ما را بیشتر میشناسن، میفهمیم که ما چقدر با ارزشیم. راستی چرا خدا این همه کار را کرد تا ما را بیافرینه؟ دلیل این همه زحمتی که او کشید چه بود؟ جواب اینه که چون او خدای محبته. بله، این نوع محبت خداوند غیر قابل درکه، اما قابل اعتماد می باشه. شما به عنوان هدف مخصوص محبت خداوند آفریده شدید. خدا شما را ساخت تا بتونه شما را محبت کنه. این حقیقتیه که باید زندگیتون رو روی اون بنا کنید و اون اینه که خدا شما را ساخت تا بتونه شما را محبت کنه. کلام خدا می‌فرماید خدا محبت است. عزیزان، این آیه نمیگه خدا محبت داره، بلکه به ما به راحتی میگه خداوند محبت است. محبت جوهر شخصیت خداست. او خواست تا شما را بیافرینه تا محبتش را ابراز کنه.
کلام خدا در اشعیا فصل 46 و آیات 3 و 4 به ما میگویند: من شما را آفریدم و از بدو تولد تا کنون از شما نگهداری کردم. من خدای شما هستم و تا وقتی پیر شوید و موهایتان سفید شود از شما مراقبت خواهم کرد. من شما را آفریدم و از شما نگهداری خواهم نمود. شما را با خود خواهم برد و نجات دهنده شما خواهم بود. آمین. عزیزان، اگر خدایی نبود، همه ما فقط تصادفی بیش نبودیم و نتیجه اتفاقی بی هدف. اگر خدایی نبود، نه نیکی و نه بدی و نه هیچ امیدی برای عمر کوتاهتان بر روی این زمین باقی میمون. ولی خبر خوشی داریم و آن این که خدای وجود داره که شما را برای دلیلی آفریده و زندگی شما معنای پویا داره و این معنا را زمانی در میابیم که خدا را در مرکز اون قرار بدیم. بله، دقیق ترین راه برای شناخت خود یا آدانستن این است که خدا چیست و او برای ما چه می کند. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک شده ایم. مایلم تا در فرصت باقی مانده برای شما دعا کنم. با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، خدای قدوس و مهربان ما، از تو بسیار سپاسگزاریم به خاطر فیض و محبت بیمانندت در عیسی مسیح. پدر جان، من همه عزیزان شنونده را در هر شرایطی که هستند و با هر گونه نیاز، مشکل و گرفتاری که دارند به حضور مقدس تو می آورم. آنها را از همه دردها و بیماریهایشان شفا بده. پدر جان، این عزیزان را از ترس‌ها و نگرانی‌هایشان رهایی ببخش. خداوندا، همینطور برای ازدواج‌های تلخ و دشوار این دوستان به حضور مقدست دعا می‌کنم. صلح و آرامش الهیت را به آنها عطا بفرما. تمام این نیازها را در نام عیسی مسیح از تو می‌طلبیم. آمین. خب دوستان گرامی، چنانچه مایلی تا با ما تماس مستقیم داشته باشید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. تا فرصتی دیگر، فیض و آرامش خداوند با شما باشد. Thank you.